سلام همه ما دوست داریم ماشینمون قدرت و شتاب خوبی داشته باشه روش های مختلفی برای افزایش و ارتقای اون وجود داره یکی از اون کارهایی که ما میتونیم انجام بدیم اینه که قدرت موتور رو زیاد کنیم و کارامترش کنیم خب حالا سوالی که پیش میاد اینه که ما چطوری میتونیم این کار رو انجام بدیم یکی از اون ساده ترین روش هایی که وجود داره اینه که ما بیایم مکمل به بنزین اضافه کنیم این مکمل هم انواع مختلفی دارن مثل روان کننده ها تثبیت کننده ها افزایش دهنده اکتان و پاک کننده ها حالا می میکنید که این مکمل ها واقعا کار میکنن یا نه قبل اینکه بخوام جواب این سوال رو بدم میخوام شما نظرتون رو توی بخش کامنت ها بنویسید که اگه تا به حال از این نوع مکمل ها توی خودتون استفاده کردید آیا تأثیری توی خودتون داشته یا نه چون نظراتی که گفته میشه یکم متفاوته من میخوام این مسئله یکم دقیق تر باشه و شما نظراتی که مینویسید به دوستان کمک میکنه که از این مکملها ها توی خودشون استفاده بکنن یا نه پس حتما این کار رو بکنید لایک و سابسکرایب یادتون نره تا آخر ویدیو همراه من باشید تا این مسئله رو بررسی کنیم ببینید مکمل ها افسودنی هایی هستن که وظیفه خاصی رو توی خودروتون انجام میدن و انواع مختلفی دارن و برای کاربرد خاصی درست شدن و همونطور که بهش اشاره کردم اینا انواع مختلفی دارن مثل پاچ کننده ها، روان کننده ها، تقویت کننده های اکتان یا اکتان بوستر ها و تثبیت کننده های سوخت اینا انواع مختلفی دارن و هر کدوم برای کاربرد خاصی طراحی شدن یکی از اون رایسترین مکمل هایی که توی بازار هست و بیشتر افراد از این استفاده میکنن مکمل است که به اسم اوکتان بوستر ها یا تقویت کننده های اوکتان در واقع اینا نام دارن کاری که این مکمل انجام میدن عدد اوکتان سوخت رو بالا میبرن و باعث میشن که موتور در شرایط بهتری کار کنه و اون کارهای لازم رو به دست بیاره حالا چون چند سالی که توی زایگاه های سوخت بنزین سوپر کمه یا اصلا ارزه نمیشه استفاده از این مشمل ها توی بازار بیشتر شده چون یه سری از این خودرا هستن جدیدترن و موتورشون نیاز داره که با بنزین سوپر کار کنن اینا بیشتر ترغیب میشن که از این افزایندهای های اوشتان سوخت استفاده کنن تا موتور خودشون بتونه اون عملکرد لازم رو داشته باشه ببینید به طور کلی سوخت با اوشتان بالاتر نسبت به سوختی که اکسیژن کمتری داره میتونه انفجارهای بیشتر رو توی محوظه احتراق تحمل کنه استفاده از یه اکسیژن بوستر میتونه از چندین نظر در واقع برای خودروی شما مفید باشه اول اینکه چون عدد اکسیژن سوخت رو بالا میبره موتور خودرو میتونه عملکرد بهتری داشته باشه در مرحله دوم هم باعث میشه که محوظه احتراق و ریل های سوخت در حالات تمیزتری قرار داشته باشند و در مرحله سوم باعث میشه که با افزودن این مکمل بنزین بهتر سوخته بشه پس میتونه باعث افزایش قدرت خودتون بشه تنها نشته که وجود داره اینه که وقتی شما این مکمل ها رو میخرید به تاریخ انگزای اون توجه کنید چون اینا حدودا یک الی دو سال تاریخ انگزا دارن وقتی که این تاریخ گذشته باشه اینا دیگه اون کارایی اولی رو ندارن و بدتر خودتون رو, رو آسیب میزنن نحوه استفاده از این اوکتامبوس سرامیتوری که شما باید این مکمل رو توی باک بریزید و همزمان بنزین رو هم توی باک پر کنید تا این مکمل بتونه اون کارهای لازم رو داشته باشه همونطور که گفتم این مکمل ها انواع مختلفی دارن و برای کاربرد خاصی تهیه شدن یکی از اون مکمل ها افزاینده کیفیت سوخته که با عنوان گاز تریتمنت شناخته میشن اینا این مکمل ها کاری که میکنه اینه که با از بین بردن رسوبات کربن باعث افزایش کیفیت سوختی خودروتون میشن مکمل های بعدی هم مربوط میشن به تثبیت کننده های سوخت ببینید وقتی که بنزین به صورت راکد میمونه به مرور زمان کیفیت این کاهش پیدا میکنه پس اومدن یه مکمل در واقع تثبیت کننده سوخت درست کردن وقتی که ما میایم از این مکمل استفاده میکنیم این میاد با جذب آب و کاهش روند اکسیداسیون باعث میشه که کیفیت سوخت در حالت نرمال قرار بگیره و اون کیفیت اولیه رو حفظ کنه یه سری دیگه از این مکمل ها کننده ها هستن ببینید این مکمل هم با هدف پاک کردن و شستشوی قسمت خاصی از موتور طراحی شدن برای مثال پاک کننده های انجهتر سوخت صرفا برای اینکه انجهتر ها مسدود یا کن نباشن طراحی شدن و میتونن رسوبات جزئی که باعث عمل کرده نادرست ریل سوخت میشه از بین میبرند و مکمل های دیگه که برای هدف خاصی ساخته شدن یه نکته دیگه که در رابطه با این مکمل ها هست اینه که این مکمل ها مثل هر ماده دیگه ای در واقع معایبی دارند استفاده از این مکمل ها اثرات زیست محیطی داره و باعث میشه مشکلات تنفسی برای انسان به وجود میاد پس به جز اوکتاموسرا بقیه مکمل ها زیاد توصیه نمیشه در صورتی که میخواین از این مکمل ها استفاده کنید هر شش ماه یک بار میتونید از این مکملات توی خودروتون تو استفاده کنید حالا یه سوال مهمی که پیش میاد که ما چطوری بهترین مکمل رو برای خودرومون انتخاب کنیم ببینید ما باید از اون مکملی استفاده کنیم که باعث بهبود عملکرد موتور خودرومون بشه نه اینکه بدتر آسیب بزنه به خودرومون یه سری از این مکمل ها هستن که با آب بند ها و واشر های لاستیکی و اورینج هایی که در مسیر سوخت قرار دارن اینا با این مکمل ها سازگاری پیدا نمی کنن و باعث در واقع خرابی این اورینچ ها میشن که بعدا خودروتون دو سال نشتی میشه پس از اون مکمل استفاده کنید که با خودتون سازگاری داره و حتما برچسب به روی اون مکمل رو بخونید و همچنین این مکمل ها باید بتونن اون استاندارت های لازم رو داشته باشن و شما باید از اون مکملی استفاده کنید که تقلبی نباشه چون اینا توی بازار زیاده و تقلبیش هست پس حتما اینا رو از زاهای معتبری تهیه کنید در مورد میزان مصرف هم شما باید تپک اون سازنده مکمل عمل کنید و برچسب روش رو بخونید ببینید که چقدر توصیه شده که در واقع توی بنزین استفاده بشه امیدوارم تونسته باشم این مطالب رو به درستی برای شما توضیح داده باشم منتظر ویدیوهای بعد از کانال من باشید فعلا تا